این بار به دره پخمان سفر میکنیم. در این سفر برای شما از آبدهای تاریخی تا زیبایی‌های شگفت آور دره پخمان، از رستوران ها تا انواع غذاهای افغانی، از فرم های زنبور عسل تا فروش آن و از میله تا آب بوزی را برای شما به تصویر خواهیم کشید. یکی از دلایلی که بیشترین از وطن‌دارای ما به دره پخمان به خاطر تفریح میآیند، داشتن طبیعت زیبا و سرسبز، اوزهای آبوزی و اوتل های مفشن است. امروز اومدین در پخمان، چگونه از آب و هوا لذت برده؟ بسیار زیبا است، بسیار خوب هوا داره، بسیار خوب و اوتلایش خوب است، خیلی گرم تو خوب جاست. 30 کیلو ای مردم میخورد، حالی بیادر از 5 کیلو، 8 کیلو، 6 کیلو بالا نمیره. مردم غیزرخون است، مردم خپه است، امنیت جور شوه، کاروبار جور شوه، ای گل افغانستان است. چرا خراب شوه؟ ما خواه ایتی غیزرخون هستیم که بیخی مردم سای که پل خپه، میلن میخو با غیزرخونی. طاق ظفر در ولسوالی پخمان از جمله آبداد تاریخی عصر سلطنت شاه امان‌الله خان در افغانستان است. طاق ظفر با کمک مالی امریکا و با سرپرستی حفظ و ترمیم آبداد تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال 1383 کار ترمیمش آغاز شد و در دوم حوت سال 1384 کارش تکمیل شد. شما رو بسیاری از وطنداره ما وقتی که به دره پخمان میان، اینجا در داخل دره شما رو بسیاری از اوتلا تنظیم شده و وطنداره ما اینجا در داخل اوتلا کپاهایی که اینا ساختن اینجا تنظیم میکنن، در کنار از اینکه از فضا لذت میبرن، در امیجا میتونن که از داخل اوتلا نانم به خاطر خوراک خود تهیه کنن. میشه خود معرفی کنی؟ نامی من نقیب الله شینوار هستم. از جلال آباد نگرار آمدیم اینجا بیادر در دره پخمان کار میکنم. اول خود دنبا میپردم، بعد از دنبا روغن میکشم، بعد از روغن گوش میپردم، تو گوش پردم بعد سرخش میکنم، تو سرخ کردم بعد دیگه بخار میپردم، بعد دیگه بخار در رومی میپردم، بعد دیگه بخار میکشم، بعد در کره میپردم، در کره میپردم، بعد همو تو سرخ میکنم، کره منظم میایی بعد مشتری هم یه جا بیادر میخوره. امی گوشی هم که اینجا شما دایش کرایی تنظیم میکنین، معلوم میشه که از امینجا است ای گوزفند ها را شما از گوشان میکنین، امین شما ایره دمینجا از داخل کابا میخرین و از ولایت میرین اینجا کشتار میکنین، بعد هم گوشتش استفاده میکنین؟ خیر بگیر، این امی گوزفند ها برک است، ما از سر پول و بدخشان و مزار این امی جا میاریم، اینجا بیادر میمانیم، بازار روز یک دانه دو دانه روز جمعه خوب بازار میباشه، باز یک هشتا هفت دانه را حلال میکنم، باز میرم در اینجا باز خوب چنگک میپردم، باز آو میپردم، خوب سهی را میشویم، باز یک کیلو، دو کیلو، سی کیلو، چار کیلو باز مردم میخور. حالی خو کارا خو نیسته، سابق خوب کارا بود. 30 کیلو ای مردم میخورد، حالی بیادر از 5 کیلو، 8 کیلو، 6 کیلو بالا نمیره. مردم غیزرخون است، مردم خپه است، امنیت جور شوه، کاروبار جور شوه، ای گل افغانستان است، چرا خراب شوه؟ ما خواه ایتی غیزرخون هستیم که بیخی مردم سای که کل خپه، میلا میخو با غیزرخونی با ایچی نیست، خو آل کار بیخی کم شده. بسیار تشکر، بخیر باشه. دوستای عزیز، قسمی که شما هم در گزارش ما مشاهده کردین، قسمی که در داخل اوتلا کاروبار خیلی کاهش یافته، همین قسم در بازار افغانستان مکمل در کل اقتصاد افغانستان در رکود است و شما رو بسیاری از وطنداران ما وقتی که در داخل کشور زندگی میکنن از افزایش قیمت ها در داخل کشور گلایمند هستند. میشه خودم معرفی کنید؟ بله جان، میشه. اسم از الهام از پخمان است، اینجا جای ماست. بسیار خوب، شما گفتین که از پخمان است، همین جایتون است. نظر به شمایی که همین زندگی میکنین، رفت آمد مردم، مراجعین مردم در داخل اوتلا به خاطر میله در قبلا خوب بود، حالا فعلا خوب شده؟ خاطر روز به روز فرق میکنه، چون که سال مردم خیلی ضعیف شده، وقت بود مردم معاش داشتن، خالاش وظیفه داشت، میدونست هر روز در جمعه میتونیم به پخمان بیا میله بیا،
میلم میکردم، هر چی میخوردم خودم میکردم میخوردم. و حالا که میبینم مردم به وظیفه است، من خانه رو مواش ندارم، خصوصا برای خیلی مردم کاهش افتاد، رفت آمدش میله کردن همسش کاهش افتاد، سال مردم چلو که ضعیف شده. بیا در جر اولاقش بیا اینجا یکی از زیباترین مکانهای دره پهمان است. گردشگران با بالا شدن بر فراز این تپه می توانند تمام دره پهمان را زیر نظر گیرند و زیبایی های شگفت آورش را نظاره کنند. تازه بر فراز این تپه رسیده بودم که نگاهم بر داخل این اتاق خیره شد که یک مرد کهنسال در داخل رو در روی کلکینچه‌اش نشسته است. او نه تنها از حرف زدن با ما خودداری کرد، بلکه اجازه تصویر برداشتن از داخل را برای ما همچنان نداد. اما دیده شد که در داخل این اتاق محراب نیز وجود دارد. از همین رو گفته می توانیم که این یک مسجد در دره پهمان است. اما با تلاش های فراوان نتوانستیم درباره تاریخ یا کیستی این زیارت معلوماتی به دست بیاوریم. وطندارای عزیز، قسمی که شما هم در تصویر میبینین، اومدیم در دره پهمان هستم فعلا. یکی از دلایلی که بیشترین از وطندارای ما به دره پهمان به خاطر تفریح میآیند داشتن طبیعت زیبا و سرسبز، اوزهای آبوزی و اوتل های مفشن است. این سه دلیل باعث شده که شمار وطندارای ما از ولایت های مختلف، کسایی که در کابل زندگی میکنن یا که از ولایت میان در داخل کابل، یک بار میان از پهمان هم دیدن میکنن تا که هوایشون دیگه شوه. سلام، خوب هستین؟ انشاءالله سلامت میشه. خودم معرفی کنین. شورا من نام شمس است، از ولایت لغمان هم. از ولایت لغمان. در لغمان زندگی میکنین؟ در کابل. من در کابل هستم. امروز اومدین در پهمان، چگونه است آب و هوا، لذت بردین؟ بسیار زیبا است، بسیار خوب هوا داره، بسیار خوب و کلایش خوب است، خیلی دیگر دور خوب جا است. چگونه است برخورد مردم امروز شما؟ آیا روزی هستین اومدین از پهمان، از این فضا، از این طبیعت دیدن کنین، لذت ببرین؟ اما لذتی که میخواستین ببرین بردین؟ بیخی بیادر، بیخی خوب مردم است، خوب خوب روایه میکنن، مردمش خوب است، خوب جا است. بیخی یعنی بخاطر آدم یک زین خدا، یک چیز دیگه، وطن دیگه جنگ و جدل بود، علی فضل خداست آرامی آمده، آدم بیای بیخی دیگه یک چیزش بدل میشه. از امنیت گفتین، امنیت پهمان قبلا بسیار خوب نبود، حال چگونه است؟ خوب است، مردم میتونن که براحتی بیاین؟ بیخی تا آخر داره مردم میرن. فرم های زنبور اصل از جمله فراورده های ولسوالی پهمان است. با پرورش زنبوروهای عسل در این جبه های چوبی عسل جمع آوری می کنند و آن را برای کسانی که به پهمان به خاطر میله می آیند به فروش می رسانند. در این شب و روزها گرمای کابل افزایش یافته است و تحمل هوای گرم برای کابلیان غیر قابل تحمل است. به خاطر تبدیل هوا و تفریح، جوانان و نوجوانان روزهای جمعه هفته رو به پهمان سر میزنند و در کنار میله و تفریح از آبوزی نیز لذت میبرند. این بود گزارش ما از دره پهمان. امید است که مورد قبول شما هموطنان قرار گرفته باشد.
یوتیوب چینل خودتون را سابسکرایب نموده و نظریات خود را می توانید در کامنت برای ما شریک سازید.